اینجا اورشلیم رادیو پیام اسرائیل. این آقای سعید نمکی وزیر محترم بهداشت در حکومت اسلامی ایران واقعا آدم با نمکیست. خیلی شوخی های خنده دار می کند و مثلا برای دولت کرونا زده هند پیام می فرستد که جمهوری اسلامی ایران آماده است همه امکانات خود در مبارزه با کرونا را در اختیار کشوری که 800 میلیون نفر جمعیت دارد قرار دهد. آقای سعید نمکی توضیح نداده که چه نوع امکاناتی را رژیم پرقدرت و پرتجربه ایران در مبارزه با کرونا میتواند در اختیار هند قرار دهد. حتما میخواهند گورستان در اختیار آن دولت قرار دهند و یا شاید میخواهند برایشان واکسنی را که در خود ایران هم وجود ندارد برای هندیان بفرستند. امروز دوشنبه ششم اردیبهشت ماه سال 1400 خورشیدی، 26 ماه آوریل سال 2021 میلادی و 14 ماه ابریه یار در سال 5781 ابریست. فشرده شماری از مهمترین خبرهای روز را به آگاهی شما میرسانیم. سخنان افشاگرانه جواد ظریف درباره فتنه‌گری‌های سپاه پاسداران و به ویژه رفتارهای خطرناک قاسم سلیمانی یک طوفان سیاسی در داخل رژیم به راه انداخته است که مرتباً دامنه‌دارتر می‌شود. ظریف در اظهاراتی که دو ماه پیش ضبط شده و قرار بوده محرمانه بماند فاش می‌کند که قاسم سلیمانی منافع ملی ایرانیان در ارتباط با کشورهای دنیا و به ویژه مناسبات با آمریکا و اروپا را قربانی ماجراجویی‌های نظامی در کشورهای عربی کرد. ظریف در بخش دیگری از افشاگری خود دولت روسیه را متهم می‌سازد که هرگاه منافعش ایجاب می‌کرده به منافع ملت ایران آسیب رسانده و همچنین از بهبود مناسبات ایران با کشورهای غربی و یا پیشبرد هدف‌های رژیم جلوگیری کرده است. این افشاگری‌های ظریف ممکن است جان او را به شدت به خطر اندازد. ظریف این سخنان را برای ضبط در آرشیو ملی حکومت ایران بیان کرده بود که معلوم نیست چه کسانی آن را افشاگری کردند. در این زمینه از حسام الدین آشنا نام برده می شود. رادیو پیام اسرائیل چند هفته پیش از قول منابع خبری در تهران گزارش داده بود که جواد ظریف قصد دارد کوتاه مدتی پس از پایان ریاست جمهوری روحانی ایران را همراه با خانواده خود ترک گوید و با دو دانشگاه آمریکایی مذاکرات غیر مستقیمی داشته تا به تدریس تاریخ دیپلماسی ایران در یکی از آنها بپردازد. در حالی که مرگ و میر بر اثر کرونا در ایران همچنان در سطح بالا قرار دارد و اوضاع روز به روز وخیم‌تر می‌شود، افشاگری‌های بیشتری در مورد بازار سیاه واکسن انتشار می‌یابد و معلوم می‌شود که برخی افراد پرقدرت رژیم برای رسیدن به سودهای کلان جیب‌های بزرگی دوختند. در اسرائیل ابتلا به کرونا به صفر نزدیک می شود و دو روز است که کسی فوت نکرده است، ولی شناسایی اولین مورد ویروس هندی موجب نگرانی هایی شده است. در ایران نیز اعلام شده بود که رفت آمد با هند قطع می شود، ولی پروازها به آن کشور و همچنین پروازهای نظامی سپاه پاسداران به چین همچنان ادامه دارد. هرچه موعد انتخابات ریاست جمهوری نزدیکتر می شود، ابراز نگرانی مردم برای شرکت در رای گیری افزایش می یابد. حتی خبرگزاری رسمی حکومت نیز از این وضع ابراز نگرانی کرد و 3/4 از نمایندگان مجلس خواهان اعلام نامزدی آخوند ابراهیم رئیسی
در کنار باقر قالیباف شدند تا شاید بازار انتخابات از سردی کنونی بیرون آید، ولی احتمال می رود که رئیسی در انتظار مرگ خامنه‌ای به هدف جانشینی او می باشد و نمی خواهد این احتمال را از دست بدهد. گروه بزرگی از حقوقدانان ایران در نامه سرگشاده ای از رژیم خواستار شدند به سرکوبگری علیه وکلای دادگستری پایان دهد و حقوقدانان مبارز را از زندان آزاد کند. مشروع این خبرها را همراه با گزارش‌های بیشتری در رابطه با اسرائیل و ایران و مطالبی که به هر دو کشور مربوط می‌شود در این مجموعه یک ساعته خبری به آگاهی شما می‌رسانیم. در پایان این مجموعه خبری بخش‌هایی از سخنان ضبط شده جواد ظریف را که باعث زمین لرزه سیاسی در حکومت شده است در اختیار کاربران قرار داده‌ایم. تیم همکاران امروز ما شامل خانم لیلی بنایان، آقای مرتضی لطفی و دکتر عبدالله قرقزلو می باشد. دوشنبه همگان دور از تنش و کرونا و آمیخته با آرامش و بهزیستی باشد. همراه با همکارانم این مجموعه خبری را به شما تقدیم می کنیم. پس از یک رشته موشک پرانی های جدید از غزه به سوی شهرها و شهرک‌های اسرائیلی در نزدیکی آن سرزمین، در ساعت پیش از ظهر امروز آرامش برقرار بود و موارد تهاجمی بیشتری گزارش نشد. ولی سازمان‌های ترور فلسطینی در غزه همچنان به تهدیدهای خود ادامه می‌دهند و ادعا می‌کنند که اقدامات دفاعی اسرائیل آنان را از ادامه تعرض باز نخواهد داشت. شب گذشته یک شنبه سه موشک دیگر از غزه به سوی خاک اسرائیل شلیک شد که دو فروند توسط سامانه گنبد آهنین در هوا شکار شد و یک فروند دیگر نیز در خود نوار غزه سقوط کرد. این موشک پرانی که برای سومین شب ادامه داشت در حالی متوقف نشده که حماس به اسرائیل پیام داده که مایل به گسترش درگیری نیست. این حملات موشکی ظاهراً به هدف ابراز همبستگی با فلسطینیان شرق اورشلیم بود که از هنگام آغاز ماه روزه رمضان به یک رشته اقدامات ایذایی علیه شهروندان اسرائیل دست زدند که با واکنش مشابه یک گروه از جوانان ماجراجوی اسرائیل روبرو شد. پلیس اسرائیل در شب گذشته موانع فلزی را که برای جلوگیری از تجمع جوانان فلسطینی در نقطه ای از شرق اورشلیم به نام دروازه دمشق قرار داده بود برچید و شماری از جوانان فلسطینی در آن محل تجمع کردند تا همانند همه شبهای رمضان یکدیگر را ملاقات کنند. ولی در روزهای گذشته این همایش موجب بروز آشوب و دادن شعارهای ضد اسرائیلی و حتی ایجاد آتش سوزی در زباله‌دانی ها همراه بود. حماس و گروه جهاد اسلامی آزادی فلسطین که از رژیم ایران دستور می‌گیرد با اجرای حملات موشکی علیه اسرائیل به جانبداری از این جوانان پرداختند. در سه شب گذشته جمعاً 43 موشک به سوی خاک اسرائیل شلیک شده که آسیب جانی و یا زیان مالی به دنبال نداشته است. ارتش اسرائیل که نمی‌خواهد موجب گسترش درگیری شود، روز گذشته محیط ماهیگیری اهالی غزه در دریای مدیترانه را محدود ساخت. ولی پس از آن که سه موشک دیگر شلیک شد، ارتش از امروز محیط ماهیگیری غزه را به کلی مسدود کرد و از ادامه واکنش نظامی خودداری ورزید. ولی سرکردگان حماس اعلام کردند که این گونه تلاش‌های ارتش اسرائیل آنها را نمی‌ترساند و به عملیات تعرضی ادامه خواهند داد. فرماندهان ارتش اسرائیل توصیه می کنند که این کشور در برابر ادامه تحریکات از جانب فلسطینی ها شکیبایی در پیش گیرد و واکنش تند نشان ندهد. ولی آنها در همان حال می گویند که همه احتمالات در نظر گرفته و آماده رویارویی هستند. ولی سخنگوی حماس به یک روزنامه لبنانی گفت تا هنگامی که نیروی اشغالگر اسرائیل بر شرق اورشلیم مسلط است، این مبارزه پایان نخواهد گرفت. بر اساس گزارش امروز وزارت بهداشت حکومت ایران،
496 تن دیگر از بیماران کرونایی جان خود را از دست دادند که در مقایسه با دیروز یک شنبه 42 تن بیشتر است و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور از مرز 70,000 تن فراتر رفت و به 70,070 نفر رسید. مجموع بیماران کووید 19 به گزارش وزارت بهداشت حکومت ایران در سراسر کشور به 2,417,230 تن رسیده است. در حال حاضر 301 شهر کشور در وضعیت قرمز، 95 شهرستان در وضعیت نارنجی و 45 شهر دیگر در وضعیت زرد و 7 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. سعید نمکی وزیر بهداشت حکومت ایران اعلام کرده است که برخی استانها هنوز در میانه پیک چهارم کرونا قرار دارند. بسجوجویان سلامت ساعتی 19 مورد فوت و رکورد شکستن در استانها به ثبت رسیده است. وی گفته است برخی از استانها هنوز در میانه راه پیک چهارم قرار دارند که انتشار آمار تعداد موارد فوتی روز قبل یک واقعیت نگران کننده را مطرح می کند که به احتمال در روزهای آینده تجربه می کنیم. خبرگزاری تسیم ضمن انتشار این خبر در این باره گزارش داد که سعید نمکی در نشست ستاد دانشگاهی مقابله با کرونا در کاشان اطلاعاتی از شرایط کشور عنوان کرد که در بخشی از آن آمده است با تلاش و برنامه ریزی تجربه فوت چهار رقمی در ایران را نداشته ایم و اکنون سوار بر موج همگیری شده ایم تا بدون دستپاچگی بتوانیم شرایط را مدیریت کنیم. بر اساس این گزارش تعداد بستری های کرونایی در کرمان 3 برابر و تعداد سرپایی نیست طی هفته های گذشته چند برابر شده است. علی‌رغم بالا رفتن قیمت بلیت پرواز از ایران به هند، با وجود اعلام ممنوعیت سفر به این کشور و با وجود اینکه وزیران بهداشت و کشور در حکومت ایران دستور به جلوگیری از انجام پرواز این سفر هستند، خبرگزاری ایسنا در تهران تایی گزارش نوشته است که برخی از این بلیت ها قیمت نجومی دارد. به نوشته این خبرگزاری قیمت برخی از این بلیت ها از 8 میلیون تا 131 میلیون تومان هم رسیده است. پیش از این محمد حسن زیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری حکومت ایران اعلام کرده بود طبق تصمیم وزارت بهداشت در خصوص پروتکل های مراقبت بهداشتی در مسافرت های هوایی و همچنین شناسایی ویروس جهشیافتی کرونا در آن کشورها کلیه پروازها به و از دو کشور هند و پاکستان از ساعت 24 امشب ممنوع می شود. به گزارش ایسنا این ممنوعیت در حالی ابلاغ شد که برخی سایت های اینترنتی اقدام به فروش بلیت تهران دهلی و دهلی تهران می کنند و قیمتی هم اعلام کرده اند که از 8 میلیون تا 131 میلیون تومان است. آیا گونه هندی ویروس کرونا به اسرائیل نیز رسیده است؟ علت این پرسش آن است که روز گذشته تشخیص داده شد فردی که از هند به اسرائیل بازگشته به این گونه ویروس مبتلا گردیده است. او بلافاصله بستری شد و اکنون ویروس شناسان و پزشکان بررسی می کنند که گونه هندی چیست و چگونه عمل می کند. پس از شیوع گونه بریتانیایی ویروس در بسیاری از کشورهای جهان و همچنین گونه های دیگری که منشأ آن در افریقای جنوبی و چند کشور جهان بوده، گونه هندی موجب نگرانی های بسیار شده، ولی پزشکان اسرائیلی به صراحت میگویند که هنوز مشخص نگردیده که ویروس هندی چیست، سرعت شیوع آن چقدر است و میزان خطرات جانی آن
در چه سطحی قرار دارد. فردی که در اسرائیل بستری شد پرستار یک فرد پیر و ناتوان در اسرائیل است که با استفاده از مرخصی خود به وطنش رفته بود و اکنون پس از بازگشت به اسرائیل معلوم می شود که این گونه ویروس را مبتلا شده است. این نخستین بار است که ویروس هندی در اسرائیل شناسایی می شود. در هند شیوع کرونا به سطح فاجعه باری رسیده و دولت دهلی نو فاقد امکانات مالی و همچنین توانایی های مدیریتی برای رسیدگی به این بیماری می باشد. در هند یک کارخانه تولید واکسن راه اندازی شده است ولی معلوم نیست که چه مقدار واکسن تولید می کند و چند درصد از مردم 800 میلیونی هند را می تواند با آن واکسینه کند. در اسرائیل اعلام شد که از این پس همه پروازها از هند و به هند متوقف می شود. بسیاری از کشورهای جهان تصمیم مشابهی گرفتند. از جمله در تهران اعلام شده که رفت و آمد با هند به کلی متوقف می گردد. ولی در گزارش آمده است که این تصمیم به طور جدی اجرا نمی شود. در این زمینه گزارش جداگانه ای نیز خواهید شنید. در اسرائیل مبارزه با کرونا بسیار مؤثر بوده و شمار مبتلایان روزانه به چند ده نفر کاهش یافته و اکنون دو روز است که کسی فوت نکرده است. در شبانه روز گذشته بیش از 3000 تست از افراد گرفته شد و شمار افرادی که مبتلا به کرونا تشخیص داده شدند تنها 68 تن بود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در پی اوج گرفتن موج شدید مرگ و میر کرونا در هند بر ارسال کمک‌های فوری به این کشور تأکید کرد. بایدن در توییتی نوشت وقتی در آغاز همه‌گیری کرونا بیمارستان‌های ما زیر فشار بودند، هند به آمریکا کمک کرد. ما نیز حالا که هند به کمک ما نیاز دارد، برای کمک به این کشور مصمم هستیم. پیشتر نیز جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در گفتگوی تلفنی با مشاور امنیت ملی هند اعلام کرد که ایالات متحده کمک های پزشکی لازم برای مقابله با همگیری کرونا را به هند می فرستد. بر اساس بیانیه کاخ سفید، مسئولان مربوطه در آمریکا بیوقفه برای آماده کردن داروهای مورد نیاز، کیت‌های تست فوری کرونا، دستگاه‌های کمک تنفسی و پوشش‌های محافظتی تلاش می‌کنند. در این بیانیه همچنین آمده است که ایالات متحده منابع لازم برای تولید فوری واکسن کوویشیلد در هند را شناسایی کرده و دسترسی آن کشور به این منابع را فراهم خواهد کرد. آمریکا همچنین قصد دارد برای تولید واکسن BioE در هند سرمایه گذاری کند تا تولید آن سرعت گرفته و تا پایان سال میلادی 2022 به 1 میلیارد دلار برسد. قرار است یک گروه از کارشناسان مشاوران بهداشت عمومی ایالات متحده نیز از سوی مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های این کشور برای کمک به دولت هند به این کشور فرستاده شود. و این در حالی است که روز گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در توییتی با مردم هند ابراز همدردی کرده و اعلام کرده بود که دولت آمریکا از نزدیک با مقام‌های دولت هند در تماس است تا بی‌وقفه کمک‌های مورد نیاز مردم و کادر درمان این کشور را ارائه کند. افشاگری‌های محمد جواد ظریف در فایل صوتی که در رسانه‌های همگانی انتشار یافته، طوفان مهیبی در ایران برانگیخته و در جهان نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است. حتی می‌توان گفت که این سخنان 3 ساعته بزرگترین افشاگری از زمان به روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا کنون بوده است. ابراز خشم جناح‌های وابسته به سپاه پاسداران در این زمینه قابل درک است، زیرا افشاگری ظریف نشان می‌دهد که سپاه یک بازوی تخریب و فتنه در حکومت ایران است که قصد دارد مناسبات ایران با کشورهای عمده جهان همیشه بحرانی باشد تا کشور سر و سامان نگیرد و همیشه این افراد فتنه‌جو بتوانند
بر آن تسلط داشته باشند. دو بخش از افشاگری ظریف چهره زشت و فتنه‌جوی سران رژیم را آشکار می‌کند. وزیر خارجه دولت حسن روحانی فاش می‌سازد که هرگاه دیپلماسی ایران به توافقی با دولت غربی نزدیک شد که ممکن بود تنش را برطرف سازد و مناسبات طرفین را دوستانه سازد، بلافاصله سپاه پاسداران دست به کار شد و به تحریکات منطقه‌ای پرداخت تا تلاش‌های دیپلماتیک را خنثا کند و بحران ادامه یابد و نمونه آن ربودن دو کشتی آمریکایی توسط سپاه در آب‌های خلیج فارس بود که از بهبود مناسبات ایالات متحده با ایران جلوگیری کند و تنش و درگیری ادامه یابد. در شرایط بسیار بد سوریه، یعنی در ماه‌های دی و بهمن سال 93 درخواست سفر به مسکو کرد که آقای پوتین رو قانع کنه که جدیتر حضور پیدا کنند. در همون زمان در سفر آقای لابروف به ایران در حضور من ملاقاتی رو درست کردم که آقای سلیمانی با آقای لابروف ملاقات مفصلی دار. خب آقای سلیمانی شخصیت بسیار قوی هم بود و بسیار تأثیر گذاشت بر لابروف. اما روسیه چه زمانی موافقت کرد که آقای سلیمانی به سفر مسکو بره؟ وقتی دید برجام داره امضا شد. روسیه در هفته آخر امضای برجام، همونجوری که اون عکس رو اگر ببینید که وزیر خارجه روسیه در عکس نیست، حد اکثر تلاشش رو کرد که برجام به نتیجه نرسه. ظریف در افشاگری خود میگوید که جناح تندرو رژیم، یعنی در واقع سپاه پاسداران، با حمایت کامل علی خامنه ای همیشه منافع ماجراجویانه نظامی در منطقه را بر مصالح واقعی ایران ترجیح دادند و تلاش‌های دیپلماتیک را خنثی کردند. او به عنوان نمونه می‌گوید که در آستانه مذاکرات برای بهبود روابط با آمریکا، هنگامی که از قاسم سلیمانی خواست که شرکت ملی هواپیمایی ایران را مورد استفاده جنگی قرار ندهد و با آن افراد نظامی و تسلیحات جنگی به سوریه منتقل نسازد، به این خواست او بی‌اعتنایی شد. در شرایط بسیار بد سوریه، یعنی در ماه‌های دی و بهمن سال 93 درخواست سفر به مسکو کرد که آقای پوتین رو قانع کنه که جدی‌تر حضور پیدا کنند. در همون زمان در سفر آقای لابروف به ایران در حضور من ملاقاتی رو درست کردم که آقای سلیمانی با آقای لابروف ملاقات مفصلی داشت. خب آقای سلیمانی شخصیت بسیار قوی هم بود و بسیار تأثیر گذاشت بر لابروف. اما روسیه چه زمانی موافقت کرد که آقای سلیمانی به سفر مسکو بره؟ وقتی دید برجام داره امضا شد. روسیه در هفته آخر امضای برجام، همونجوری که اون عکس رو اگر ببینید که وزیر خارجه روسیه در عکس نیست، حد اکثر تلاشش رو کرد که برجام به نتیجه نرسه. سخنان ظریف که هنوز علی خامنه‌ای و حسن روحانی و فرماندهان ارشد سپاه به آن واکنشی نداشتند، یک چهره کریه و ماجراجویانه از قاسم سلیمانی تصویر می‌کند و مثال‌های متعدد می‌آورد که نشان می‌دهد چگونه این فردی که رژیم پس از هلاکتش کوشید او را به یک اسطوره مبدل سازد، در واقع انسانی حقیر با رفتاری نابخردانه بوده که همیشه منافع ملی ایران را قربانی ماجراجویی‌های نظامی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سخنان 3 ساعته ظریف که به صورت کامل ضبط شده و انتشار یافته، کمتر از 3 ماه پیش بیان شده است. یکی از افشاگری‌های ظریف آن است که می‌گوید آتش زدن سفارت عربستان در تهران و کنسولگری آن در مشهد که توسط گروهی از اوباش وابسته به جناح اصولگرا انجام شد، خیانت به مصالح ملی ایران بود. او در این سخن به صراحت واژه خیانت را به کار می‌برد. افشاگری‌های او درباره قاسم سلیمانی در واقع شکستن بوتی بود که رژیم می‌خواست از این سپاهی ماجراجو بسازد. سخنان ظریف نشان داد
که قاسم سلیمانی و کل جناح خامنه‌ای و سپاه پاسداران تا به چه حد خون مردم ایران و مصالح ملی کشور را در راه رسیدن به آرمان‌های ماجراجویانه خود که همانا صدور انقلاب است قربانی کردند. سخنگوی وزارت خارجه حکومت در این حال که تایید می‌کند این فایل صوتی مجموعی از افشاگری‌های جواد ظریف است، ادعا می‌کند که این سخنان در یک جلسه محرمانه به هدف حفظ اسناد و واقعیات تاریخی بیان شده و قرار بوده برای همیشه محرمانه بماند. کوتاه مدتی پس از بیان این سخنان از جانب ظریف بود که رادیو پیام اسرائیل از قول منابع خبری خود در تهران گزارش داد که ظریف قصد دارد بلافاصله پس از پایان دولت روحانی با خانواده خود از ایران خارج شود و همکنون از طریق غیر مستقیم با دو دانشگاه بزرگ آمریکایی در حال گفتگو می باشد تا در آنجا درباره تاریخ دیپلماسی ایران به تدریس بپردازد. اطرافیان ظریف و هیچ یک از مقامات دولتی در ایران در آن هنگام نسبت به خبر رادیو پیام اسرائیل واکنشی نشان ندادند. به بخش کوتاهی از سخنان 3 ساعته ظریف توجه کنید. گزیده ای از سخنان او به طور کامل در پایان این مجموعه خبری 1 ساعته در اختیار کاربران قرار گرفته است. کمتر از 1 روز پس از افشای فایل صوتی وزیر امور خارجه ایران در ایران اینترنشنال، بسیاری از چهره ها در داخل و خارج از ایران به اظهارات او واکنششان دادند و سخنان او درباره یکسازی نظامیان در سیاست خارجی ایران با بازتاب‌های وسیع روبرو شده است. او در این گفتگو از میزان و موارد دخالت‌های قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس در سیاست خارجی کشور، سخن گفته بود. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا در دولت دونالد ترامپ، در توییترش با اشاره به خبر در این گفتگو نوشت: حمله عالی دولت ما به قاسم سلیمانی تأثیر گسترده‌ای بر ایران و خاورمیانه داشت. مجبور نیستید سخنان من رو بپذیرید. از ظریف درباره‌اش بپرسید. پومپئو در ادامه اشاره کرد رئیس جمهوری بایدن همچنان فکر می‌کند حمله به سلیمانی یک اشتباه بود. و مارک دوبوویتس، رئیس اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، در توییترش سخنان ظریف در مصاحبه را تایید کننده ی قدرت نداشتن او در جمهوری اسلامی دانست. دوبوویتس اضافه کرد: اما دلسوزی او به نمایندگی از رژیم بیرحم همچنان غربی های ساده دل را گمراه می کند که او قدرت دارد و آنها، یعنی غربی ها، ناخواسته یا در برخی موارد خواسته در حال خدمت به سپاه و خامنه ای هستند. و به عنوان آخرین مطلب بخش نخست این مجموعه خبری، در همان حال که مذاکرات برجامی در وین ادامه دارد و عباس عراقچی میگوید که نمیداند این گفتگوها به چه نتیجه‌ای خواهد رسید، حسن روحانی در سخنان تبلیغاتی خود همچنان میگوید که ایالات متحده در دوران پرزیدنت ترامپ با خروج از برجام قانون شکنی کرد و تعهدات بین المللی را زیر پا گذاشت و به تعهدات خود پشت پا زد. واقعا حسن روحانی از کدام قانون شکنی از جانب آمریکا سخن میگوید؟ از خروج آمریکا از برجام؟ اگر منظورش برجام است، برجام یک قانون بین المللی نبود و در هیچ کشوری به صورت قانون مورد تصویب قرار نگرفته بود. حتی در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح نگردید و درباره آن رأی گیری نشد و به تصویب نرسید. پس چگونه رئیس جمهوری رژیم ایران میتواند ادعا کند که آمریکا با خروج از برجام قانون شکنی کرد؟ حسن روحانی شاید نداند و یا میداند و خود را به نادانی میزند که توافق برجام حتی از جانب کشورهایی که به آن پیوستند به طور رسمی امضا نشد. یعنی یک سند بدون امضا می باشد تا چه برسد که جنبه قانون داشته باشد و خروج از آن قانون شکنی محسوب شود.
وانگهی هدف از برجام جلوگیری از اتمی شدن رژیم ایران بود. آیا واقعا این هدف تامین گردید و رژیم ایران برنامه‌های اتمی خود را کنار گذاشت؟ در یک فایل صوتی که اخیراً منتشر شده است، جواد ظریف وزیر خارجه حکومت ایران در گفتگوی با سعید لیلاز اقتصاددان در تهران و نزدیک به دولت از کارشکنی‌های روسیه در مذاکرات برجام و همچنین تقابل دستگاه دیپلماسی با تصمیمات نظامی و به ویژه نقش قاسم سلیمانی میگوید، ساعتی بعد از اینکه این فایل منتشر شد، سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه حکومت ایران این مصاحبه را مخدوش و تقطیع شده دانست. به موجب این گزارش، هر بار دیپلماسی ایران وارد شد، افراط‌گرایان و قاسم سلیمانی دست به تحریکات زدند و مقدمات لازم را برای برهم زدن آن فراهم ساختند. در بخشی از این مصاحبه جواد ظریف با اشاره به کارشکنی‌های روسیه در مورد برجام گفته است، هدف روس‌ها این بود که توافق هسته‌ای عملی نشود و به سرانجامی نرسد. در بخشی از مصاحبه ظریف ضمن اشاره به کارشکنی روس‌ها در مورد برجام آمده است، هدف روس‌ها این بود که توافق هسته‌ای انجام نگیرد و به سرانجامی هم نرسد. به گفته ظریف، آنها وقتی دیدند ما داریم به توافق می‌رسیم، شروع کردند به مانع تماشی و از زمین چینی برای برهم زدن آن. در بخش دیگری از این مصاحبه ظریف ضمن اشاره به کارشکنی روس‌ها در رابطه با برجام می‌گوید، هدف روس‌ها این بود که توافق هسته‌ای انجام نشود. آنها وقتی دیدند ما داریم به توافق می‌رسیم، شروع کردند به طرح پیشنهادهای جدید. او می‌گوید در این مرحله روسیه و فرانسه پیشنهاد کردند که حکومت ایران هر 6 ماه یک بار موظف به تمدید مجوز از شورای امنیت جهت ادامه توافق هسته‌ای باشد. یعنی حکومت ایران مجبور بود هر 6 ماه یک بار با 5 عضو غیر ثابت به شور و گفتگو بپردازد تا برجام تمدید شود. گفته می شود که حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری آن در شهر مشهد نیز یکی از راه‌های تیره ساختن روابط و مناسبات میان حکومت ایران با عربستان از جمله ترفندهای حکومت ایران بوده است. ظریف با اشاره به نارضایتی روسیه از برجام گفت، اراده روسیه آن بود که دستاورد وزارت خارجه ایران را نابود کند. به گفته ظریف، روس‌ها سلیمانی را با این هدف به مسکو دعوت کرده بودند. روسیه زمانی پذیرفت آقای سلیمانی به مسکو برود که برجام امضا شد. ظریف در این فایل صوتی گفته است، ما ادعا می‌کنیم آقای سلیمانی پوتین را به جنگ کشید، اما پوتین تصمیم خود را گرفته بود. پوتین وارد جنگ شد اما با نیروی هوایی، اما نیروی زمینی ایران را هم به جنگ کشاند. ما تا آن زمان نیروی زمینی نداشتیم. سوری‌ها و عرب و افغانی‌ها و داوطلبان بودند. من از طرفداران جدی رابطه با روسیه و چین هستم، اما معتقدم روسیه همسایه ماست، ارتباط با روسیه مهمه. چین کشوریه که در حال برآمدنه، در سالهای آینده میشه قدرت اول، ولذا معتقدم به این. اما معتقدم رابطه ما باید با کشورها با چشم باز باشه. روسیه به نفعش هست که در روابط ما و غرب بحران نباشه، اما به نفعش نیست که روابط ما و غرب عادی سازی بشه. چرا که اگر روابط ما و غرب عادی سازی بشه، روسیه دو ضرر میبینه. یک این که اولویت آمریکا و غرب، اگر آقای ترامپ اولویتش ایران نشده بود، اولویتش چین و روسیه بود.
وقتی ایران میاد اولویت میشه، اولویت‌های دیگه میره به مراحل بعدی. یک، دوم، اگر ما نیازمند روسیه و چین باشیم برای به خاطر دشمنی با غرب، اولا که اونها هیچ وقت مجبور نیستن با کسی رقابت بکنن، ثانیا همواره میتوانن از ما بیشترین منافع رو ببرن. بازم من تکرار میکنم، ما باید با چین و روسیه رابطه داشته باشیم، کما اینکه باید با غرب رابطه داشته باشیم، کما اینکه باید با آمریکا تنش نداشته باشیم. طرح بیماریابی در اوج مرگ و میر کرونا عملا شکست خورده است و یک مقام بلندپایه بسیج گفت که طرح بیماریابی فعال با محوریت این نیرو که از آذر ماه با تبلیغات گسترده حکومتی زیر عنوان طرح سلیمانی آغاز شده بود در عمل شکست خورده است و به علت عدم بازپرداخت 1,250 میلیارد تومان بودجه درخواستی بسیج و با نامه وزارت بهداشت متوقف شد. شاهین محمد صادقی که طبق گزارش ها از خرداد ماه 99 خورشیدی تا فروردین ماه سال جاری ریاست سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور را بر عهده داشته گفته است، در سه هفته قبل نامه‌ای به دست سازمان بسیج جامعه پزشکی رسید که در آن توقف اجرای این طرح اعلام شد. بر اساس این گزارش در طرح بیماریابی که با تبلیغات گسترده در پاییز سال 99 و همزمان با اوجگیری موج سوم کرونا در ایران آغاز شد، به عنوان طرح سلیمانی قرار بود وضعیت ابتلای اطرافیان و افراد مبتلا به کرونا مورد بررسی قرار بگیرد و برای اجرای قرنطینه افراد مبتلا به کرونا از طریق پایگاه‌های بسیج در محلات نظارت شود. طرح بیماریابی در بسیاری از کشورهای جهان از ارکان طرح‌های مقابله با کرونا است. در ایران این طرح در حالی که با تبلیغات گسترده به نیروهای بسیج سپرده شد، در کمتر از 5 ماه با شکست مواجه شد و متوقف گردید. مسئول پیشین سازمان بسیج به نام شاهین محمد صادقی در گفتگویی با روزنامه همشهری در تهران درباره علت و دلیل شکست این طرح گفت، ما در مرحله اول با دولت و وزارت بهداشت توافق کردیم 1250 میلیارد تومان در اختیار طرح بگذارند. از این مبلغ 150 میلیارد تومان تخصیص یافت و بیش از 1000 میلیارد تومان پرداخت نشد. پس طرح ما نیز متوقف گردید. دوستان شنونده، در تفسیر سیاسی هفته‌ای که گذشت، آقای منش امیر از جمله ابراز تأسف کرد که برخی از ایرانیان در تماس از داخل کشور آرزو کردند که ای کاش کرونا بگیرند و بمیرند، زیرا از این مصیبت و ذلت خسته شدند. پیامی را از قول یک شهروند ایرانی میشنویم که عمق فاجعه و ناامیدی شماری از مردم ایران را بیان میکند. رضا سحری، فعال رسانه‌ای، در صفحه فیسبوک خود متنی را منتشر کرده که طعم آن به تلخی این روزهای ایران است. او نوشته: آقایان، واکسن نخرید. نه فایزر و نه هیچ واکسن دیگری نخرید. ما مردمی هستیم که باید نسلمان منقرض شود. لطفاً واکسن نخرید. ما مردمی هستیم که به امید آب و برق مجانی مملکت در حال پیشرفتمان را از خلبان بوئینگ 747 که به چند زبان زنده دنیا صحبت می کرد گرفتیم و به دست آفتابرانی دادیم که علمی ترین جملهش این بود: اقتصاد مال خر است. دانشگاهی که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست. آقایان، واکسن نخرید. بگذارید ما منقرض شویم. به خدا حق ما فقط انقراض است. ما مردمی هستیم که فرخ رو پارسا
اسطوره فرهنگ را کنار پری بلنده اعدام نمودیم و تکبیر سر دادیم و تعدادی احمق را وزیر فرهنگ خود کردیم. ما لایق سالم بودن نیستیم. لطفاً واکسن نخرید. لیاقت ما انقراض است. ما جهانبانی را با یکی دو گلوله ناقابل به آن دنیا فرستادیم تا در این دنیا جا برای احمقهایی چون شمخانی حالو و فیروزآبادی بشکه نجاست، رضایی منتر، ظریف دلغک باز شود. لیاقت ما هوای پاک و قدم زدن در بلوار الیزابت نیست. لیاقت ما کافه نادری نیست. لیاقت ما دخمه است و فرمانهای قتل. ما را زودتر منقرض کنید. لطفاً علاوه بر این که واکسن نخرید، میزان مصرف مازوت را نیز چندین برابر نمایید. شما درباره ماجرای واکسن به خصوص از نوع فایزرش در ایران چه فکر میکنید؟ نظر شما به تلخی نظر رضا سحری است؟ به نظر شما کار ملک و ملت با نسخه هایی که آخوندها میپیچند سرانجام به کجا خواهد رسید؟ وطن امروز اسیر دو ستن بی وطن است. انهدام وطن از نکبت این چند تن است. این یکی لاشخور و آن دگری جغد سیاه، این یکی مردخور و آن دگری گورکن است. آتش قاضی اسلام بنازم که چنین تشنه خون جوان و بچه و مرد و زن است. هیئت حاکم ما هیئت خیرات خوری است. هیئت دولت ما هیئت زنجیر زن است. تا که باشد وطنم دست دو تن ترضیه خان، همه جا قتل حسین یا که عزای حسن است. روزگاری که وطن غصب کفن دزدان است، عجبی نیست اگر مرده ما بی کفن است. مملکت داری از این قوم چه داری تو امید، که در اندیشه جیب و شکم و خیک تن است. شده هر بیخردی صاحب یک دست قشون، هر خطا پیشه رئیس دستتن انجمن است. بلبلان را همه کشتند به فتوای فقیه، حالیا وقت نواخانی زاغ و زغن است. داده بودند خبر بت‌شکنی می آید، بت‌شکن آمد و دیدیم که پیمان شکن است. مذهب مرجع تقلید اگر بی وطنیست، مذهب مرجع تقلید اگر بی وطنی است، سجده بر خاک وطن مذهب و آیین من است. سجده بر خاک وطن مذهب و آیین من است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا کشتار وسیع ارامنه در جریان جنگ جهانی اول به دست ترکای امپراتوری عثمانی را رسما یک نفس‌کشی خواند. او در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وعده داده بود که در صورت پیروزی چنین کاری خواهد کرد. اقدام رئیس جمهوری آمریکا همزمان با سالگرد یادبود قربانیان آن واقعه صورت گرفت. کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای درباره اقدام رئیس جمهوری آمریکا نوشت: هر سال در این روز ما زندگی همه کسانی را که در نسل کشی ارامنه در دوران عثمانی جان باختند به یاد می آوریم و خود را دوباره متعهد می کنیم که مانع تکرار روی دادن چنین قساوتی برای همیشه شویم. بیانیه کاخ سفید می گوید مقامات عثمانی در 24 آوریل 1915 دستگیر کردن نخبگان ارمنی و رهبران جامعه ارامنه در قسطنطنیه را آغاز کردند و 1.5 میلیون نفر از ارامنه را اخراج کردند و به صورت دست جمعی کشتند و یا آنها را در یک کارزار پاکسازی نژادی راهی کمپ های کردند که در آنها جان بسپارند. ترکیه بارها مخالفت خود را با به رسمیت شناختن کشتار وسیع ارامنه به عنوان نسل‌کشی ابراز کرده است. در سال 1398 سنای آمریکا در یک رأی‌گیری قاطع قد عام بیش از 1.5 میلیون نفر از ارامنه به دست ترکای عثمانی در قرن گذشته را نسل‌کشی اعلام کرد. مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز پیشتر قطعنامه مشابهی را با وجود اعتراض شدید ترکیه متحد ناتو تصویب کرده بود.
آن زمان وزارت خارجه دولت دونالد ترامپ اعلام کرد که اقدام کنگره ایالات متحده در نسل کشیدانستان قتل عام ارامنه بازتاب سیاست دولت پرزیدنت ترامپ نیست و موضع دولت در این باره تغییری نکرده است. در همان حال که باقر قالیباف در مقام رئیس مجلس به تلاش گسترده برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری ادامه می دهد، حدود 3/4 از نمایندگان عضو مجلس کنونی از نمایندگان مجلس از ابراهیم رئیسی دعوت کردند که او نیز نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری شود. آخوند رئیسی که در سالهای اخیر ریاست قوه قضاییه را در دست دارد، یکی از جلادان رژیم در کشتار تلاشگران سیاسی محسوب می شود و در آنچه که کمیته مرگ نام گرفته و مسئول صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی بلافاصله پس از پایان جنگ با عراق بوده، نقش فعالی داشته است. در فضای بی‌اعتنایی مردم نسبت به انتخابات 1400 و ناامیدی از تغییر در حکومت ایران، بیش از 220 نماینده مجلس در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، از وی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد دعوت کردند. برخی از تحلیلگران میگویند که توصیه به رئیسی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری حتی میتواند به هدف شور و شوق بخشیدن به فضای انتخاباتی و نه حمایت از شخص رئیسی انجام گرفته باشد. در این نامه نمایندگان به تشریح وضعیت و شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران نسبت به گسترش نارضایتی عمومی هشدار دادند. نمایندگان نوشتند شاخصهای کلان اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و حتی فرهنگی کشور در شرایط مناسبی قرار نداشته و به ویژه در حوزه معیشت و زندگی مردم شاهد نابسامانی‌های جدی نظیر تورم و گرانی لجام گسیخته، رکود، کاهش قدرت خرید، بیکاری، افزایش سن ازدواج، گسترش آسیب‌های اجتماعی و بحران‌هایی چون تعطیلی کارخانجات و شرکت‌های تولیدی، تزلزل بورس و بازار سرمایه هستیم. آنان با استناد به نظرات کارشناسان تأیید کردند که تأثیر تحریم‌ها در شکل‌گیری شرایط بغرنج کم بوده و دلیل اصلی وضعیت بد اقتصادی و معیشتی را برگردن دولت و دستگاه اجرایی انداختند. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی یکی از مقامات رسمی بود که در توییتر خود به افشای این فایل صوتی واکنششان داد. او با استفاده از بخشی از دعای کمیل از متون اسلامی از افشای این مصاحبه با عبارت سوءنیت و کید احتمالی انتقاد کرد. سعید خطیب‌زاده گفت این مصاحبه محرمانه بوده است. سخنگوی وزارت خارجه حکومت ایران که دیروز ساعتی پس از انتشار فایل صوتی ظریف آن را بخشی از یک گفتگوی وزیر خارجه خوانده بود، روز دوشنبه امروز در یک نشست خبری آن را محرمانه عنوان کرد. خطیب‌زاده گفت این گفتگو و مصاحبه نبوده و قرار هم نبوده که مصاحبه پخش شود. به افسود ظریف همواره اعلام کرده که نظرات کارشناسی خود را پشت درهای بسته صریح و شفاف اعلام می‌کند. رأی آنچه که اجرا می‌شود سیاست‌های اجماعی نظام است. این مقام دولتی هدف از انجام گفتگوی ظریف را ثبت اسنادی برای انتقال سوابق و تجارب برای دولت بعد با نظر رئیس جمهور دانست. در همین حال احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسی مجلس در واکنش به افشای این فایل صوتی گفته است که مجلس درباره درز اطلاعات محرمانه و بعضن سری کشور را تحقیق و تفحص می کند. وی در توییت خود نوشت مجلس ضمن تحقیق و تفحص درباره مصاحبه لو داده شده افراد خائن را به قوه قضاییه معرفی خواهد کرد.
جلیل رحیمی جان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم انتشار این مصاحبه با هدف ضربه زدن به مذاکرات وین عنوان کرد. عضو اصل 90 مجلس گفت بی توجهی به خطوط قرمز نظام است. نصرالله پژوهفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس جواد ظریف را به دلیل سخنانی که در مصاحبه گفته بود مورد اعتراض قرار داده است. این نماینده مجلس به خبرگزاری دولتی و تحت سانسور فارس گفته است آقای ظریف پس از 40 سال در حوزه دیپلماسی در جمهوری اسلامی ایران گویا هنوز متوجه خطوط قرمز نظام و خط مشی نظام در حوزه سیاست خارجی نیست. وی خواستار توضیحات ظریف درباره اظهارات خود شد و گفت مسائلی را به چالش می‌کشد که جزء خطوط قرمز جمهوری اسلامی است که او در آن سمت وزارت خارجه را دارد. نماینده تهران در مجلس گفت ظریف عقب ماندگی تحلیلی دارد. حسن نصرالله رهبر حزب الله ضمن اعلام حمایت از شبه نظامیان حوثی آنها را بخشی از طرح موسوم به محور مقاومت در منطقه عنوان کرده است. منابع آگاه در گفتگو با روزنامه النهار لبنان از آموزش نظامی عناصر حوثی در پادگان‌های حزب الله در البقا و جنوب لبنان خبر دادند. به گفته این منابع به مقامات دولتی و امنیتی لبنان ابلاغ شده که حزب الله عناصر حوثی را در اردوگاه‌هایش در البقا و جنوب و لبنان آموزش نظامی می‌دهد، اما دولت و طرف‌های لبنانی زیرب به این موضوع بی‌اعتنایی کردند. این در حالی است که حزب الله لبنان دخالت در یمن را انکار نکرده و در این راستا حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در بسیاری از سخنرانی‌هایش ضمن اعلام حمایت از شبه نظامیان حوثی یمن آنها را بخشی از طرح مرسوم به محور مقاومت در منطقه عنوان کرده است. از سوی ایران و در راستای رویکردهای مداخله جویانه‌اش در کشورهای منطقه به حزب الله برای حمایت از حوثی‌ها چراغ سبز نشان داده که در این راستا تجربه نظامیش را در اختیار شبه نظامیان حوثی در جنگ علیه نیروهای دولت قانونی یمن به کار برند. دولت‌های یمن و پادشاهی سعودی بارها طی سال‌های گذشته به ویدیوهای ضبط شده و اسنادی در مواضع نظامی تحت کنترل شبه نظامی حوثی دست یافتند که نشان می‌دهد حزب الله در جنگ یمن نقش دارد و مشارکت آن به قبل از استیلا بر صنعا در پایتخت یمن باز می‌گردد. شماری از کارشناسان امور ایران در تحلیل‌های خود با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران به ویژه تحولات دو سه سال گذشته نوشتند که فضای انتخابات 1400 شاهد کاهش شدید مشارکت مردم خواهد بود. این کارشناسان تحلیلگر ایرانی گفتند از جمله عوامل مهم در این کاهش شدید نخست نارضایتی عمومی ناشی از فشارهای سیاسی و سرکوب آزادی ها و همچنین نابسامانی اوضاع بد اقتصادی و معیشتی مردم ایران است که طی دو سال اخیر به صورت اعتراضات سراسری از جمله اعتراضات آبان 98 منجر و با سرکوب خشونتبار و خونین توسط نیروهای امنیتی روبرو شد. در ادامه نوشتند این عوامل باعث بی‌اعتمادی مردم به این انتخابات و ناامید به هر گونه تغییر از طریق انتخابات شده است. سرد بودن فضای مقدماتی انتخابات امسال در مقایسه با سالهای گذشته میتواند بهترین دلیل برای عدم مشارکت مردم در انتخابات باشد. در ادامه این تحلیل آمده است دوم با بررسی فضای مجازی رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی داخل و خارج ایران میتوان به میزان بی‌اعتنایی مردم و به حاشیه رفتن بحث انتخابات و پررنگ بودن شعارهای مخالفت و تغییر کلی رژیم با
به عنوان بحث جایگزین مسئله انتخابات پی برد. و سوم آنکه با به حاشیه رفتن طیف‌های سیاسی داخل نظام مانند اصلاح طلبان و اعتدالگرایان و محو شدن تدریجی رنگ‌های سبز و بنفش که به گفته ناظران زمانی جمهوری اسلامی تئور انتخابات را به وسیله آنها داغ می‌کرد و یک رنگ شدن جریان‌های دیگر امیدی حتی برای طیف‌های معتقد به تغییر از داخل رژیم نیز از بین رفته است. این فضای حاکم را می‌توان در هشدارهای مکرر شخصیت‌های سیاسی برجسته نسبت به احتمال عدم مشارکت مردم در صورت محدود کردن رقابت به کاندیداهای طیف اصولگرا و سپاه پاسداران ملاحظه کرد. این تحلیلگران ایرانی نوشتند و در آخر نزاع درونی طیف اصولگرایان و افشاگری‌های مداوم مانند آنچه محمود صادقی نماینده سابق مجلس درباره نقش علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در رابطه با کشتار آبان ماه 98 فاش کرد. همچنین اظهارات اخیر احمدی نژاد درباره مهندسی انتخابات و افشاگری‌های قبلی او درباره رشوه‌خواری و فساد ریشه‌دار در نهادهای حاکمیت باعث بی‌اعتمادی بیشتر مردم نسبت به هر گونه تغییری از درون این نظام شده است. از سوی دیگر صدای جریانات برانداز و شعارهای نه جمهوری اسلامی در عرصه داخل و خارج ایران پررنگ تر شده است. آنان در پایان گفتند علاوه بر عواملی که ذکر شد، بحران همگیری کرونا در ایران که به گفته بسیاری از کارشناسان بیشترین آمار مرگ و میر را در میان کشورهای جهان داشته است نیز شرایط خود را بر فضای این انتخابات تحمیل خواهد کرد. بسیاری از مردم سلامتی خود و خانواده خود را در عدم خروج از خانه و عدم مشارکت در انتخابات مهندسی شده می‌بینند که هیچ تغییری در زندگی آینده آنها نخواهد داشت. متن کامل و مشروع این گزارش ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می شود می توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید. ما روابط ویژه‌ای شما رو چیزهایی شما با سردار سلیمانی رو شنیدید، ممکنه به ما گوشه ناگفته ای رو بگین؟ خب من و سردار سلیمانی به اون آن سوی دولت واقعا بله من و سردار سلیمانی الزاماً هم نظر نبودیم در همه چیز، اما احساس میکردیم که ما موظفیم که با هم هماهنگ باشیم و این کارو میکردیم. و من اینو میتونم به جرأت بگم، من دیپلماسی رو بیشتر هزینه کردم برای میدان تا میدان برای دیپلماسی هزینه شده باشه. این نکته خیلی مهمه، یعنی میشه یه خود توضیح بدین؟ حالا من این رو به جرأت میتونم بگم که تقریبا در طول کار من هیچ زمان من نتوانستم، نه اینکه نخواستم، نتوانستم به فرمانده میدان بگم این کارو بکن، من در دیپلماسی نیاز دارم. ولی بسیاری اوقات یعنی خون فرزندان ایران رو در واقع به معرض خطر بندازید که خودتون پیش برید؟ نه، حالا یا نندازید، مثلا فعلا فلان عملیات انجام ندید تا من بتونم کارم رو انجام بدم. اما با تقریبا هر بار که من برای مذاکره رفتم شهید سلیمانی بود که میگفت من میخوام تو این موفق بشی، نه این خاصیت رو بگیری، این نکته رو بگیری تو مذاکرات منطقه. من حاضرم این کار انجام بدم یا ندم. نه، به خاطرش او قسمتش نبود، او قسمتش نبود. میگفت تو میری با لابروف مذاکره میکنی، ازش 1, 2, 3, 4 بخوا. یعنی دیپلماسی هزینه این بشه که شما مثلا در حلب میخواین این کار رو بکنین یا در ادلب میخواین مثلا شیعه، یا اینا اهداف مقدسی بود. من نمیگم اهداف بدی بود،
مثلا تو که میری با لاوروف مذاکره میکنی فشار بیار که مثلا فوآ و کفری ها رو بعد ما آزاد کنیم در سوریه، در سوریه در برابر مثلا آزاد شدن غیر نظامی های حلب، اینجور چیزا. یعنی من میرفتم برای موفقیت کار میدانی مذاکره میکردم، اما اینکه مثلا من بگم به ایشون که شما مثلا فرض کنید از هواپیمای ایران ایر در خط تهران سوریه استفاده نکن، ایشون زیر بار نمیره. لذا دیپلماسی هزینه میدان شد، ولی هیچ وقت میدان هزینه دیپلماسی. اگر اجازه بدید این بحث رو دنباله شدیم پی میگیریم ما آقای دکتر زریف، هیچ وقت هم منتشر نمیکنین این تیکر رو دیگه به تصمیم جناب عالی و آقای دکتر آشتان و مسئولین محترم برمیگه. ما اگر در میدان جنگ اقدامی کردیم که مثلا برای رفع تحریم ها می شد استفاده کرد، یا اقدامی خودداری کردیم که برای رفع تحریم ها می شد استفاده کرد، برای کاهش تحریم ها می شد استفاده کرد، خب اون وقت بود که می گفتیم شما از میدان هزینه کردید برای دیپلماسی. به این کار نکردید، هیچ وقت این کار صورت نگرفته. ما بسیاری از هزینه های دیپلماتیک که دادیم به خاطر این بود که برای ما میدان اولویت داشت، برای شخص جناب عالی یا برای کل نظام؟ برای نظام. و حتما این رابطه دو سویه نبوده مورد تایید شما نیست، نبودن دو سویه نبودنش. خب طبیعیه که مثلا در مورد داعش گفته میشه که ما برای حفظ اسد رفتیم توی سوریه و برای حالا ببینید نظر خود شما چی؟ من در شکلی سیاست مداخله ایران در سوریه حضور نداشتم. زمانی این سیاست شکل گرفت که من در دولت نبودم و در واقع در دوران بازنشستگی من سال 89 بله، ولی لذا من از جزئیات دلایلی که به این تصمیم منجر شد آگاهی ندارم و درست هم نیست کسی که من به عنوان کسی که همیشه داخل سیستم تصمیم گیری بودم میدونم که کسانی که داخل سیستم تصمیم گیری نیستن به اندازه کافی اطلاعات ندارن که بتونن در مورد صحت. بعدش چی آقای؟ بعدش من اینو میتونم بگم که ما در واقع بسیار هزینه کردیم از اونچه که میتونستیم در برجام به دست بیاریم، بعد از برجام به دست بیاریم، یعنی بیش از حد لازم. بله، برای اینکه کار میدانیمون رو پیش ببریم. حمله به سفارت عربستان به نظر شما غیر مسئولانه نبود؟ حمله به سفارت عربستان به نظر من خیانت بود. چرا این حمله شکل گرفت؟ بعد من اعتقاد دارم، واسه همینه دارم عرض میکنم، میفهمید؟ از روزی که برجام امضا که نشد، از روزی که برجام نهایی شد، یعنی از 14 ژوئیه 1394 تا روزی که برجام اجرایی شد، یعنی 16 ژانویه 2016 یا 26 دی 94، حدود 6 ماهه، 6 ماه. شما فقط کافیه اتفاقاتی که در این 6 ماه افتاده یه مرور بکن، فقط کافیه مرور بکن. آخرینش حمله به سفارت سعودی و گرفتن 2 کشتی آمریکایی بود، ولی اولینش اونا نبود، اولینش سفر سردار سلیمانی به مسکو بود. اون سفر تحت کنترل شما نبود؟ خیلی. اون سفر به اراده روسیه شکل گرفت. خب نه به اراده روسیه ما. نباید از طریق وزارت خارجه به سردار سلیمانی. وقتی که اراده روسیه بر این است که دستاورد وزارت خارجه رو نابود بکنه، حتما از طریق وزارت خارجه عمل نمی‌کنه. تو حرف بسیار سنگینی می‌زنی. حرف بسیار سنگینی می‌زنی. یعنی فرمای شما اینه که اراده روسیه که ضد منافع جمهوری اسلامی ایران بود که شما متجلی تجلی دهندش بودید،
تونس سردار سلیمانی رو بکشونه به سردار سلیمانی چندین خیلی حرف مهمه. من وقتی بحث این میکنم که شورای چون من بحث شما بردید میکنم که شورای امنیت ملی پنج عضو رای دهنده داره به غیر از سران قوا و این پنج عضو هر کدوم نماینده یک جا هستن، عرضم اینه که هیچ کدام از این نکات نباید تعیین کننده باشه. سردار سلیمانی در شرایط بسیار بد سوریه، یعنی در ماهای دی و بهمن سال 93 درخواست سفر به مسکو کرد که آقای پوتین رو قانع کنه که جدیتر حضور پیدا کنند. در همون زمان در سفر آقای لابروف به ایران در حضور من ملاقاتی رو درست کردم که آقای سلیمانی با آقای لابروف ملاقات مفصلی داشت. خب آقای سلیمانی شخصیت بسیار قوی هم بود و بسیار تأثیر گذاشت بر لابروف. اما روسیه چه زمانی موافقت کرد که آقای سلیمانی به سفر مسکو بره؟ وقتی دید برجام داره وقتی برجام امضا شد. روسیه در هفته آخر امضای برجام، همونجور که اون عکس رو اگر ببینید که وزیر خارجه روسیه در عکس نیست، حد اکثر تلاشش رو کرد که برجام به نتیجه نرسه. این حرفا رو حتما نمیتونید هیچ وقت منتشر کنید. خیلی حرفای مهمیه. روزها فکر نمیکردن برجام به نتیجه برسه. یه اقدامی کردن در مورد غنی‌سازی. ما گفتیم ما غنی‌سازی رو برای نتنز رو برای بوشهر میخوایم. آمریکایی‌ها در ژنو پذیرفتن که غنی‌سازی مطابق با نیازهای ایران. ما خب مشخص بود اصلا نتنز برای 54 هزار سانتریفیوژ آیار یک درست شده بود، یا پی یک، سوی پی یک سه بود. 54 هزار تاش 160 هزار سو، 170 هزار سو تولید میکرد که معادل یک سال استفاده بوشهره در سال. یعنی نتنز فقط میتونست کل بوشهر رو بده، اونم با پی یک. با آیار یک نتنز هم نمیتونست بوشهر رو بده چون آیار یک سوش یک بود، اما به هر حال نتنز برای بوشهر ساخته شده بود. خب ما هم گفتیم وقتی با آمریکایی‌ها توافق کردیم که غنی‌سازی برای مصرف، گفتیم خب میگیم بوشهر. روسیه اولین ضربه‌ای که زد به مذاکرات برجام این بود که گفت من بوشهر رو مادام العمر میدم. ما گفتیم در مذاکره که خب بوشهر رو روسا لطف میکنن، مادام العمر میدن، اما ما نمیخوایم همیشه متکیه به خارج باشیم. روسیه اومد ضربه دوم رو به ما زد و گفت من هیچ وقت اجازه نمیدم شما از سوخت خودتون برای بوشهر استفاده کنید، لایسنس نمیدم به سوختتون. طبق قرار داده بوشهر این اجازه رو دارن؟ 10 سال، نه همیشه. روسیه به نفعش هست که در روابط ما و غرب بحران نباشه، اما به نفعش نیست که روابط ما و غرب عادی سازی بشه. چرا که اگر روابط ما و غرب عادی سازی بشه، روسیه دو ضرر میبینه. یک این که اولویت آمریکا و غرب، اگر آقای ترامپ اولویتش ایران نشده بود، اولویتش چین و روسیه بود. وقتی ایران میاد اولویت میشه، اولویت های دیگه میره به مراحل بعدی. یک. دوم، اگر ما نیازمند روسیه و چین باشیم برای به خاطر دشمنی با غرب، اولا که اونها هیچ وقت مجبور نیستن با کسی رقابت بکنن، ثانیا همواره میتوانن از ما بیشترین منافع رو ببرن. روسها فکر نمیکردن برجام به نتیجه برسه. چرا روسیه منافعش اینطور بود؟ منافع ببینید خب. روزها وقتی دیدن ما داریم به توافق میرسیم، یعنی از تمام اون موانع گذشتیم، شروع کردن به ایجاد مانع. یعنی در 3 ماهه اول سال 1394 روسیه تبدیل شد از کمک کنند، در 3 ماهه اول مذاکرات این کارو کرد که مانع این بشه که ما بتونیم غنی‌سازی رو بگیریم، با اینکه میگفت اصلا هدفش این نبود که غنی‌سازی نگیریم، ما هدفش این بود که توافق نشه. در 3 ماهه آخر هم وقتی دید داره توافق میشه، تمام قد اومد میدون تا روز آخر. برگردیم به اصل قصه، این
این رسه تا اینجاش که واقعا و وقتی آقای لاوروف برگشت مسکو مورد حمله روزنامه های روسی قرار گرفت که چرا شما اجازه دادید این توافق منعقد بشه و ایران بغلطه توی دامن غرب. خب آقای سلیمانی در ماه بهمن درخواست سفر به روسیه کرده بود، در ماه تیر بعد از اینکه اوضاع سوریه، من اینو از وزیر خارجه کنونی سوریه که قائم مقام بود تا چند وقت پیش، در یه بار که اومد پیشواز من در فرودگاه سوال کردم، گفتم شما در تیر ماه و مرداد ماه 94 آیا هنوز شرایطتون شکننده بود؟ گفتم ما عبور کرده بودیم. یعنی روزها بعد از اینکه اون نیاز ما مرتفع شده بود، آقای سلیمانی رو دعوت کردن به مسکو با این هدف. ما ادعا میکنیم که آقای سلیمانی اونجا آقای پوتین رو راضی کرد. آقای پوتین تصمیمش رو گرفته بود. یعنی پوتین سلیمانی رو در واقع قانع کرد. ببینید پوتین وارد جنگ شد با نیروی هوایی، اما نیروی زمینی ایران هم وارد جنگ کرد. ما تا اون زمان هیچ اونقدر شهید نداده بودیم، درگیر نشده بودیم. اصلا نیروی زمینی ما نداشتیم اونجا. نیروی زمینی که اونجا داشت می جنگید سوری ها بودن، اعراب بودن، اعراب بودن، بودن. چی بود؟ حد اکثر افغانی ها. یعنی داوطلبانه نیروی ایرانی نبود. روسیه می توانست از دریای مدیترانه سوریه رو بزنه، بندر طرطوس بزنه، چون اونجا بالاخره روسیه ابرقدرت، موشک قاره پیما داره. چرا از روی ایران زد؟ چرا هواپیماهای روسیه از روی ایران پرواز کردن؟ اینا همه مال بعد پرچم، همه هم نقض قانون اساسی بود. حالا من اونشو نمیدونم نظر. این اتفاقاتی که افتاده، موشک اسرائیل باید نابود شود، این اتفاقات با روسیه و ما بعدش، اتفاقاتی که بعدش در منطقه افتاد، حمله به سفارت عربستان، گرفتن قایق‌های آمریکایی، همه اینها برای این انجام شد که برجام نشود. آقای دکتر بعد از اون من گفتم ما هزینه میدان کردیم، میدان هزینه ما نکرد، در اینا هیچ وقت پخش نخواهد شد، ولی چون شما خواستین همه چی بماند، در جوان ما ژانویه 2016 برجام رو توافق کردیم، یعنی برجام عملیاتی شد. ژوئیه 2015 برجام توافق شد، ژانویه 2016 یعنی دی 26 دی 96 94 برجام اجرایی شد. از 26 دی 94 ما وارد خرید هواپیمای بوئینگ و ایرباس شدیم و خروج ایران ایر از فهرست تروریستی آمریکا که بتونه هواپیما بخره. خب در جوان 2016 یعنی در خرداد 95 آقای کلی به من گفت از روزی که ما هواپیمایی هما رو، هواپیمای جمهوری اسلامی رو از لیست تحریم‌ها خارج کردیم تا امروز پروازهای هما به سوریه 6 برابر شد. من گفتم این میشه؟ اصلا پرواز به سوریه رو ماهان انجام میده، ایرانه رو انجام نمیده. رفتم به آخوندی گفتم، وزیر راه بود اون زمان، گفت نه هم چیزی نیست. آخوندی رفت به پرورش کن، پرورش اون وقت رئیس هواپیمایی بود. پرورش گفت درسته، حاج قاسم فشار رو برده، ما پروازامونو به سوریه زیاد. ببخشید رئیس سازمان هواپیمایی کشوری این اجازه رو داشت که بدون نظر وزیر راه؟ هواپیمایی کشوری نبود، رئیس هما بود. آقای پرورش گفته بود به من فشار آوردن و من اجازه دادم که این پروازها اضافه بشه. خب من هفته یه بار حاج قاسمو میدیدم، اون وقت فکر کنم یه شنبه بود، آخری ها سه شنبه شده. ما خیلی با هم رفیق بودیم، بهش گفتم با قاسم جان چرا این کارو میکنی؟ خب به ماهان برو. گفت خب ما امن‌تره. یعنی در این حد دیپلماسی فدای میدان شد. خب حالا به جای هما با ماهان می رفتیم چی می شد؟ وقتی که
میدان بخواد تصمیم بگیره به جای، یعنی اهداف میدانی بخواد حاکم بشه بر استراتژی کشور، این میشه که میتونن با ما بازی کنند. شما میفرمایید ماهان هست از به خاطر اینکه استفاده از هما لجبازیه. نه نه نه، اصلا لجبازی نیست. اون میگه چون میدان اصله، اگر 2% هما امتر از ماهان باشه باید از هما استفاده کنم. حالا اگه این میخواد 200% به دیپلماسی ضرر بزنه باشه. میدان حاکم بر تبلیغات، میدان حاکم بر اظهار نظرهاست، میدان حاکم بر همه چیزه. یعنی شما نمیتونید بگید چند نفر تو سوریه کشته شدن، شما نمیتونید بگید کری باید به من خبر بده که 200 بار اسرائیل به شما حمله کرده در سوریه. شما نمیدونستید؟ نه. شما میدونید همین هواپیمای اوکراینی، شما میدونید که آمریکا زودتر از من خبر حمله به عین الاسد رو شنید؟ یعنی آقای نخست وزیر عراق 45 دقیقه قبل از حمله به عین الاسد، 2 نماینده یعنی روی قدس رفتن پلوش، گفتن ما به عین الاسد، نه به عین الاسد، ما به زودی به یک پایگاه آمریکایی در عراق شلیک خواهیم. این همون یعنی شما در سلسله عواملی که به استعفای 24 ساعتتون منجر شد دارید اشاره؟ نه نه نه، حالا اون که یه چیز دیگه بود. بله، سفر اسد به ایران. آره، البته اونو من خبر داشتم. سفر اسد به ایران رو من و سردار سلیمانی با همدیگه هماهنگ کرده بودیم، ولی وقتی اووردنش تو ایران به من نگفتن. من از تلویزیون دیدم و دیدم که عکس همه رو دارن نشون میدن به غیر از عکس منو، و بعد از اون روز من فهمیدم که اگر من استعفا ندم دیگه وزیر خارجه کشور نیستم، کسی دیگه تو دنیا باقالی بار من نمیکنه، چه برسه با هم مذاکره بکنه. اما حالا من اونو نمیگم. بعد از شهادت سلیمانی بنده عضو شورای عالی امنیت ملی ام، عضو دائم، عضو رسمی، به قول علمیا عضو پیوسته. خب آقای عادل عبدالمهدی 45 دقیقه قبل از حمله خبردار شد و فوراً با آمریکایی‌ها خبر داد. من 2 ساعت بعد از حمله خبردار شدم. چهارشنبه صبح اوکراینی رو زدن دیگه. سحرگاه. من ظهر جمعه رفتم جلسه ویژه‌ای که در دبیرخانه شورای امنیت گذاشته بودم. عرض کردم که خب حالا دنیا داره میگه موشک خورده به این. اگر واقعا موشک خورده بگیر ما ببینیم چه جوری میتونیم علاجش کنیم. خدا شاهد آنگونه با من برخورد کردن که انگار من کفر ابلیس کرد. بنده به عنوان وزیر خارجه حتی حق ندارم بدانم که موشک خورده به این، در صورتی که صبح پنجشنبه آقایون میدونستن موشک خورده. پیش از خداحافظی با شما یادآوری میکنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمانهای ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار میکند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار 1 دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپستور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران
جاوید اسرائیل.